عرض کنیم که جمع حاضر بخش از اعضای کنگره حرکت اسلامی است که شما شرفیاب شده. این که میگویم جمعی و این دلیل است که تعدادشان که اساتید دانشگاه بودند در بغلان و تعداد هم از مزار و سمنگان و برک مناطق دیگر روی بعضی از مشکلاتی که داشتند اونها برگشتند. لحاظا اینها همه اعضای کنگره نیستند، تعدادشان رفتند و برگشتند. بدون تظاهر و ریا باید عرض کنیم که حرکتی ها همونطور مثل سابق علاقمند عاشقانه و با احساسات وافق دوستدار شما، متعهد با شما، وفادار شما و سربازان شما هستند. هرچند اینها بنده را به نام رهبر انتخاب کردند و مجاهد پیشتاز و پیشگام جناب آقای نیکزاد را با عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب کردند، ولی شما رهبر بنده هستید. در تلفن من اسم شما با عنوان رهبر ثبت است، چه عملا در رهبری حزب بودید و چه عملا فعلا نیستید. اینها توجه شما را خواهانند و شما در جریان هستید که ما تلاش زیادی کردیم تا اینکه مجموعه های پراکنده حرکت اسلامی متحد شوند و یک حزب واحد وجود بیاید که متاسفانه نشد. تا اینکه ما تنها ماندیم و نتونستیم که مردم خود را جواب رد بدهیم و بریم به خانه بنشینیم و دوباره همون مطالعه و تحقیق و تحلیل را انجام بدهیم. لحاظا به عنوان یک تکلیف احساس مسئولیت کردیم، نه به عنوان یک شوق، نه به عنوان بدست آوردن موقف و مقام، بلکه به عنوان یک تکلیف در برابر این مردم، در برابر خون شهدا، در برابر زحمات که اینها انجام دادند، خواستیم چند سباهی اگر از عمر ما باقی مانده باشد در خدمت همین مردم باشیم. ای کاش شما تشریف می داشتیم در این جلسات، مخصوصا دیروز که سخنگویان ولایات چه مقدار عاشقانه و با احساس و با امید صحبت می کردن. 38 سال است که بنده در خدمت شما بودم، حرکت اسلامی را با هم تأسیس کردیم و یادم نمی رود که اعلامیه اول حرکت اسلامی را بنده نوشتم و منتشر کردیم و
و جناب شما یک ملاحظه‌ای هم در آخر جمله آخر اون اعلامیه داشتید. از اون زمان تا دیروز غیر از سخنرانی‌هایی که شما در محافل بزرگ در ایران داشتید و احساسات خیلی غلیان پیدا می‌کرد و در محافظین نمی‌بود، کنترل نظم از دست خارج می‌شد. غیر از اون در جلسات سیاسی بیشترین احساسات که در طول تاریخ حرکت اسلامی من شاهد بودم احساساتی بود که دیروز نماینده های مردم صحبت میکردم از ولایات مختلف که ظاهراً جناب ریاست شورای مرکزی نام برده باشد ولایات را و بعضی ها هم با عشق و گریه صحبت میکردم. احساسات فوق‌العاده بود، امیدواری فوق‌العاده بود و از دیروز تا هنوز تلفن‌هایی که از مناطق مختلف برای من می‌رسد و تبریک میگن، اگرچه من از این تبریک گفتن خوشحال نیستم و خدا را شاهد می‌گیرم زمانی این عزیزان تقریبا به اتفاق آرا از نزدیک 200 نفر 2 نفر رأی مخالف داشت و 1 نفر هم رأی ممتنع، دیگه همه رأی داده بودن. خدا را شاهد می‌گیرم که 1 ذره خوشحال نشد، 1 ذره. و همونطور که عرض کردم با عنوان یک مسئولیت پذیرفتیم و ارتباطاتی که از ولایات صورت می‌گیرد، ما به این نتیجه البته قبلا هم درک می‌کردیم ولی فعلا بیشتر به این نتیجه رسیدیم که اکثریت مطلق حرکتی‌ها یا حالا تعداد و شمارشان خیلی بیشتر از سال 58 بوده، در یک سرگردانی، در یک تحیر اینا بسر می بردن، در یک ناامیدی و یک نقطه و مرجعی را احساس نمی کردن که به اون نقطه اتکا کنن و به اون مرجع اعتماد کنن. الان با این کاری که در این 3 روز انجام شده از ارتباطاتی که گرفته می شود و از اعضای حاضر کمیته که از ولایات مختلف است و خوشبختانه اساتید چندین استاد دانشگاه ما اینجا داریم، جوانهایی بودن، جوانهای تحصیل کرده در سطح لیسانس، در سطح ماستر در کنگره حضور داشتن. از مجموع اینها احساس میکنیم که باور عمومی بر این است که با این تحول حرکت اسلامی دوباره احیا میشه و دوباره با حد جایگاه خودش در جامعه و در بدنه قدرت در افغانستان و در جایگاه خدمت برای مردم خودش پیدا میکنه. بیشتر از این مزاحم نمیشم. یک بار دیگر از حضرت عالی تشکر میکنیم و برای طول عمر و سلامتی جناب عالی دعا میکنم. خداوند شما را سالهای زیاد زنده و سالم نگه داشته باشد. خداوند وجود شما مایه خیر و برکت برای جامعه افغانستان و خصوص جامعه تشیع و مخصوصا برای حرکتی های هستید که با مسابه فرزندان و اولاد شما هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.